در بخش کوچک تداوی مریضی سرطان به ویژه سرطان سینه 20 بستر ایجاد شده است که روزانه پذیرای مریضان سرطانی می باشد. دکتران می گویند اخیراً آمار افرادی که به انواع مریضی سرطان مبتلا هستند بلند رفته است. مسئولان بخش آنکولوژی شفاخانه حوزه هرات می گویند امسال 30-40% مریضان سرطان سینه در حوزه غرب کشور بیشتر شده است. ماری که ما داریم امسال 30-40% از پارسال واقعا سرطان سینه بیشتر مراجعه کرده نزد ما. و شاید سالانه حدود بین 1-2000 مریض سرطان سینه مراجعه کرده. مراجع زنان و مردان و بخش تشخیص و تداوی مریضی سرطان این روزها بیشتر شده است. دکتران میگویند معمولاً زنان بیشتر به سرطان‌های سینه مبتلا هستند. این تنها مرکز کوچک تشخیص و تداوی سرطان است که به تمام مریضان در ولایت‌های حوزه غرب کشور رسیدگی می‌کند. اما کمبود امکانات و نبود کارمندان مسلکی سبب شده است تا نتوانند خدمات بهتری برای مریضان ارائه کنند. اکثر زنان و خانم‌ها بسیار زیاد می‌باشد که در خانم ها سرطان های سینه، سرطان های اولی تخمدان و این ها زیادتر می باشد. در مرده ها اکثر سرطان های میده، گلو، کلون و سارکومه ها که استخوان ها اینا همه مربوط میشه، همه شامل میشه و تعداد مریضای ما روز به روز افزون میشه. هر کدام از این مریضان درد و رنج خود را دارند. ماها و سالها می شود که از درد به خود می پیچند، اما مجبور هستند تحمل کنند. دکتران میگویند از زمان ایجاد بخش تشخیص و تداوی سرطان در این شفاخانه حدود 15,000 مریض مراجعه کردند که خیلی ها به سرطان سینه، مری و معده مبتلا هستند. 6 ماه که من مریضم، به هر 20 روز یک دفعه بیا پیش دکتر سای. من پیچکری بینم شربت و قرص و دوا بگیرم. امید ما به خدا که خدا برتیار. 2 سال میشه که میرم. مریضیم سینیم لکه شده بود، عمل کردم، یک دو بار عمل کردم، پیشت سیم با سینه دیگه بدشتم. ولی شکر خدا یک ماه میشه که می 8 دقیقه وکسینم اینجا کار کردم و هیچ جام نرفتی. تا 2 سال پیش یک بخش ویژه تداوی سرطانهای سینه در شفاخانه نسای ولدی هرات فعال بود. اما از 2 سال به این طرف این بخش به دلیل نبود حمایتهای مالی و کارمندان مسلکی غیر فعال شده است. در حال حاضر تعداد از دکتران به خاطر آموزش در این بخش به بیرون از کشور رفتند که به زودی فعال خواهد شد.